سلام به همه دوستان و همراهان عزیز. امروز یکی از خاص‌ترین و نایاب‌ترین فیلم‌های تاریخی ایران رو براتون آماده کردیم. سخنرانی شاه در مقابل کوروش کبیر توی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی. این لحظه رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. شاه محمد رضا پهلوی از کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری پارسیان تجلیل میکنه، اون هم در پاسارگاد مقابل مقبره کوروش، جایی که تاریخ و افتخار ایران در اون جریان داره. برای اولین بار توی تاریخ ایران بود که یه پادشاه رسما توی مراسم عمومی از کوروش و میراث بی‌نظیرش تقدیر میکرد. شاه در این سخنرانی از طرف همه ما ایرانی ها با غرور از گذشته باشکوه کشورمون حرف میزنه. این جشن ها فقط یک جشن نبود. شاه با این کار تاریخ و فرهنگ ایران رو به جهان معرفی کرد. خدماتی که شاهنشاه به این کشور کرد فراتر از کلمات بود. این جشن ها نشون دادند که ایران همیشه در اوج بوده و این غرور ملی رو دوباره به جهان یادآوری کرد. حالا قبل از اینکه فیلم رو پخش کنیم ازتون میخوام با دقت تموم به سخنان شاه گوش بدید. هر کلمه ای که میگه بخشی از تاریخ و هویت و افتخار ملی ماست. حالا بیایید با هم به تماشای این فیلم کمیاب و تاریخی بنشینیم. بیستم مهر ماه 1350، پاسارگاد، ایران. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می‌بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در احتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می کنیم که سنت بشردوستی و نیکندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت علی‌رغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمان های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تون بادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. خب دوستان عزیز، چی فکر میکنید؟ این سخنرانی آدم رو میبره به دوران افتخار و عظمت ایران، اما حالا یه سوال مهم: اگه انقلاب 57 اتفاق نمیافتاد، ایران و
ایرانی الان تو چه شرایطی بودن؟ شاه تو این سخنرانی از آینده و گذشته حرف میزنه. به نظرتون اگه اون مسیر ادامه پیدا میکرد وضعیت ایران و منطقه چطور میشد؟ نظرتون رو حتما با ما به اشتراک بذارید و بگید که شما درباره سخنان شاهنشاه و جشنهای 2500 ساله چی فکر میکنید؟ اگه دوست دارید از این نوع فیلم ها و روایت های نایاب تاریخی بیشتر بدونید، لایک کنید، ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و حتما عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. منتظرتون هستیم. تا ویدیو بعدی، بدرود.